graduation. 3, 2, 1. مادر دختر حرکت. پروژه عروسک چینی بابا تقریبا 3 سال طول کشید. تو این 3 سال خیلی اتفاقات مختلفی افتاد. من خودم چند تا فیلم کار کردم و خب در واقع این پروژه هم همزمان در واقع داشتیم روش کار میکردیم. تقریبا نزدیک 4 ماه کار فیلمنامه فیلم طول کشید. فیلمنامه اقتباسی بود از یکی از داستانهای خیلی معروف ایرانی که این داستان در واقع برای خیلی از ایرانی ها یک حس و حال و فضای خاصی داره و خب خیلی ها رو من میشنیدم که نسبت بهش اصلا یک علاقه ویژه دارن برای اصلا یک داستان در واقع تخیلی. کار به لحاظ فیلم برداری کار سنگینی بود. فکر میکنم حدود 400-450 تا پلان داشتیم که توی تقریباً 4 جلسه و نیم آفیش در واقع زلوش 5 روز فیلم برداری کار فیلم برداری انجام شد. فکر میکنم تقریباً ما روزی حدود 110 تا 120 تا پلان میگرفتیم که خب اگر قرار بودی همچین پروژه به این سنگینی حالا بازیگرها دیالوگ داشته باشن و در واقع بازی‌های خاصی داشته باشن و کار نورپردازی رو صورت بگیره قطعا زیر 1 ماه انجام نمیشه. بریم وقت برو 1 2 3 ماجرای تبدیل در واقع فیلم به انیمیشن
یه بخش از در واقع ایده ها و صحنه هایی که مد نظر داشتیم از بین رفت، یعنی یه سری فضاهای بین رویا و تخیل که تو این فیلم بسیار هم زیاد هست، به واسطه اینکه خب امکانات فنی و تکنیکی در واقع خیلی زیادی وجود نداشت برای ما، مجبور شدیم اونا رو کنار بذاریم و خب وضعیت رو به یک شکل دیگه با یک فرمت دیگه پیش ببریم، ولی به گونه‌ای باشه که حس و حال داستان در واقع فیلم هم خیلی تغییر آنچنانی نکنه. 3 2 1 بهتون میگم بپرد یه بنداز پارچه رو دوربین. واو پارچه دوربین دوباره بلند شد پارچه دوربین پارچه دوربین عالی تکیه پارچه دوربین این بخش فیلمنامه در واقع کار بود که خب تقریبا به حال انجام شد. بعد از اون ما وارد مرحله استوری بورد و استوری ریل شدیم که خب اون هم تقریبا نزدیک 3 هفته کار برد که تک تک این پلان هایی که حالا در واقع دکوپاژ شده که خیلی خیلی زیاد هستن، یعنی به نسبت یک انیمیشن 15 دقیقه‌ای نزدیک 300 و خورده تا پلان بود که همه اینا در واقع باید استوری بورد می‌خورد و آماده می‌شد برای مرحله اجرا. برای این به هر حال ما باید استودیومون رو میساختیم، فضای در واقع استودیویی که با در واقع قرار بود ضبط بشه اونجا صحنه‌های فیلم باید آماده میشد که اون صحنه‌ها رو در واقع آماده کردیم. تست های مختلفی که روی بخش های جلوه‌های ویژه فیلم داشتیم و بارها و بارها چک کردیم، بعضی هاشو تونستیم و به سختی تونستیم در واقع پیاده‌شون کنیم و واقعا بعضی جاهاش هم امکان پذیر نبود که خب با روش های دیگه ای در واقع اونا رو انجام بدیم.
حرکت. گریه بره بابا میرون دوست بفرد برگرد مامان رو نگاه کن، برگرد مامان رو نگاه کن، دستت رو بده به اون مرد که دیروز بره کن کار برای ما با گروهی کار کردیم، شروع کردیم کارو و خب اون گروه خیلی اول کار خوب اومدن جلو و به حال یکی دو ماه کار کردیم با هم دیگه، اما من فکر کنم به نظرشون رسید که پروژه خیلی سخت‌تر هست و سخت‌تر از اون حرفایی که فکر می‌کردن و به نظرشون رسید که اصلا این پروژه به پایان نمی‌رسه و دقیقاً این جمله رو به من گفتن که این کار تموم نمیشه چون حجم خیلی زیادی داره و کار واقعا یک تیم خیلی بزرگ هست و به نظرشون رسید که نمیشه و به هر حال یه جورایی اونجا ما رو گذاشتن سر کار رسما. بعد از اون من به سراغ دوست عزیزم علی امامزاده اومدم که متاسفانه اون موقعی که میخواستم پروژه انیمیت رو شروع کنم اون درگیری یک پروژه انیمیشن دیگه بود که خودش داشت کار میکرد. به هر حال صبر کردیم تقریبا یک ماه خورده صبر کردیم تا علی پروژهش رو تونست انجام بده به یک جایی رسید. بعد از اون شروع کردیم دیگه مراحل رو با هم دیگه پیش رفتیم. اون بخش انیمیشنش که در واقع میشه گفت اگه بخوایم به نوعی انیمیشن فول فریم حسابش کنیم نزدیک به 10,000 تا 11,000 فریم طرح بوده که ما اینا رو تبدیل به انیمه کردیم. البته هرچند که مثلا روتوسکوپی تکنیک خودش به بخش‌های مختلف تقسیم میشه، یعنی شما حتی روتوسکوپی با آب مرکب، با رنگ روغن، با دست پیپر و حالا با فکامی که ما قلم نوری بوده کار کردیم، جوری تکنیکی که باید به نوعی بهتر واسه بهتر زیبا شدن کار و خروجی بهتر فول فریم کشیده بشه. بعضی جاها حالا ما به دلیل اینکه امکان این نبوده که کل کار مثلا صحنه بودی که فیلم گرفته نشده یا بعضی جاها که سخت بوده، باز سعی کردیم از خود انیمیشن صرف دخالت بدیم تو کار و مثلا این قسمت‌هاش حالا روتوسکوپی و انیمه ترکیب شده به نوعی. Thank you.
نحوه اجرای این کار معمولا اینجوری، چون به هر حال 11 هزار فریم تو دراز مدت هم که بخوایم فکرش کنیم به هر حال کار زیاد میبره و به هر حال یه کاری هم هست که باید با فراغ بال کار بشه و هر چی شما رویه بهتری داشته باشی به نوعی رو خطاتون، هاشوراتون و خروجی کارتون تأثیر میذاره و خیلی مواقع میشد که شما حتی پلانا رو نمیتونستید مثلا طبق همون دکوپاک پشت سر هم کار کنید. شما یه مواقع میطلبید که مثلا یه پلان از دقیقه 2 کار کنید، یه دفعه یه پلان از دقیقه 8 کار کنید. به نوعی که به هر حال یه جوری با رویتون مثلا جوری بود که فلان پلان امروز بیشتر میچسب بهتون کار کنید. یا 4 تا پلان بود که پشت سر هم به هم مرتبط بود میتونستید تو یه روز کار کنید. به نوعی این یه نوع تالرنس و نوسان داشت، یعنی نمیتونستید مقید بشید که بگید من امروز مثلا از این فریم تا این فریم کار میکنم، روز دیگر مثلا تقسیمش میکنم ادامه کنم. تقریبا 20 نفر آدم در این پروژه بودن، ولی بار اصلی پروژه رو در واقع علی داشت میکشید. باورپذیر نیست که براشون که یک انیمیشن 15 دقیقه‌ای رو یه نفر در واقع نقاشی کشیده باشه و یه نفر در واقع خروجی گرفته باشه که کار دوست عزیزم وحید خادمی است که کارهای در واقع فنی پروژه رو انجام داد. اصلا باورپذیر نیست، چون همه اینا توی سینمای دنیا کاملا تفکیک شده است و هر بخشی واقعا تعداد زیادی آدم متخصص دارن کار میکنن و به هر حال اینکه همه این حجم کارها رو یک نفر انجام بده و اینکه بتونه با کیفیت حالا این عمل رو انجام بده به نظرم کار خیلی سختی هست که به هر حال تونست به انجام بده. تو مرحله صدا علیرضا راهنما واقعا زحمت کشید، تقریبا ما نزدیک 40 روز مشغول افکت گذاری ها و صدا گذاری های مختلف بودیم روی این فیلم. انواع تست های مختلف رو روی صدای فیلم انجام دادیم و در واقع دوست عزیزم سینا خیاطان کار میکس فیلم رو به عهده گرفت که من به نظرم یکی از حرفه‌ای ترین کارهای صدایی رو من فکر کنم تو انیمیشن انجام دادیم، حداقل با این امکانات و در واقع شرایطی که داشتیم. خب انیمیشن به خاطر فضای خاصی که داره، به خاطر اینکه کامل صداگذاری میشه و هیچ صدای ضبط شده ای رو در واقع ما به صورت سر صحنه از اون نداریم، فضای در واقع کاری خاصی رو به ما میداد. ضمن اینکه خب بالاخره خلاقانه تره نسبت به کارهای دیگه و این امکان رو میده که در واقع از مجموعه عظیمی از صداها ما بتونیم استفاده بکنیم برای ایجاد یک حس یا یک فضای خاص. که نشستم پای کار در واقع کار رو شروع کردیم با افکت، انتخاب کردن افکت برای قسمت‌های مختلف اثر. خب فرم خاص اثر باعث می‌شد که در واقع ما بتونیم مجموعه‌ای از کارهای مختلف رو کنار همدیگه داشته باشیم. اثر یه اثر کاملا دراماتیکه، یه خط داستانی درام رو دنبال می‌کنه
و از لحاظ احساسی و ضمن اینکه حالا این مقوله هم خیلی توش اهمیت داره که فضای داستان فضای ذهنی یه دختر بچه است و در واقع فضاییه که توی ذهنش داره خلق میکنه از یه واقعی که قبلا به عینه دیده و داره اونو برای خودش بازسازی میکنه. و خب خیلی این لزومه در واقع اینو میطلبید که من بیام اینو در واقع از دیدگاه این دختر بچه ببینم.
بس فکر کنم مهمترین کاری که باعث شد این پروژه با همه سختی‌هاش بعد از 3 سال در واقع به انجام برسه و تمام بشه اینه که کسی فکر نمی‌کرد که این بخش کار مال اونه یا مثلا صدابردار صداگذار مثلا فکر کنه اون این کار این صدا مال اینه، حالا فیلم که مال این نیست، نمی‌دونم یا عوامل مختلف دیگه. برگرد نمیخواد تو این پلان، فقط برگرد بیرون نگاه، پایین نگاه کن، نگاه بیرون. این بازی که میکنه دیگ دردی نمیخوره دیگه، اینجوری یا ولش کن. فقط باید برگردم رو بکنم. ببین داری همینجور حرکت کن، یو برمیاد اینا میگی بعد زرد میگی. اینه 10 بار من تمرین نکردم تو بگیر من باش. حرکت برو آفری. از بالا پایین نگاه کن قشنگ. آره عالیه. از بالا پایین نگاه کن. من رو نگاه نکن. کم پایین. یکی بشینه این پایین. نگاه فردا. برگرد. چکوش میخواد زنه رو بزنه.